خانم بارتون آوردم. طبقه چهارم. چشم. وستینگهاوس دارم، اورجینال آمریکایی، شیک و خرکار. تو نصفت هم جواب سلام آقا گیر. سلام. ظاهر و باطن فلز همه چیش تکمیل. آره، یخساز داره، آب سرکن عمری هم داره. قیمتش برای شما ناقابل، 2x. 200ش هم وسط میزنم، دیگه با هم چونه نزن. دو تمام. قربونت برم، خدا حافظ. ای بابا، مگه نگفتم تاریخش رو بزنه سر برج؟ گفتم نزد، با همه که نمیتونم دست به یقه بشم. یه زنگ به من میزدی دیگه. تلفن نبود اون دور و برا. دیگه الان بابا هر کسی موبایل داره دیگه پر جیبش. حساب کن من خط منو بگیرم به شما زنگ میزنم. یه قول به من داده بودی سر خرمن. بیا این گوشی، اینم شارژر. او چی عجب آقا، شما آقای منی، عکسم میگیره؟ آره خوشگلم، هم عکس میگیره، هم امپیتری داره، هم منشی خانوم داره، همه چیش تکمیل. چی میخوای دیگه؟ فیلم هم میگیره. ببین فیلم میخوای بگیره 500 مایه تیلشه که یه خود بیشتر هم میذاری. نه هم واسه عربی هم میرخصه. بابا 50 داره میدی سر باید، نه چکی نه سفته هیچ. دست شما درد نکنه، نگم یکی یادم بده چجوری. خداحافظ. فقط عصری داره میری واسه خودت خط بگیره، از این اعتباری هم نگیر، 912 بگیر. شل اینجا اعتباری آنتن نمیده ها، 912 بگیر. سلام رانا جان، گرفتم. وای دست درد نکنه. بهتره از اینجا برم. خوبه، پسندیدی؟ خوبه. خوبه، عکسم خوب گرفت. جوانی ما نمیتونیم به احساس قبلیمون برگردیم؟ بیا جدا بشیم. الان یه ماه هم بیشتر شده. من شرمندم، ولی هرچی که گفته. سلام ملی جان، تی جان قربان، گوشی فگیفتم، خلاص ابوستم، فقط میمانه خط. مبارک بده، آخر سال فگیفتی بکشتی هم برای توی نهه هنم دیگه درست توی نهه ایسی. خوش کن بابا جان، زنگشم برای تبس کرده. خیلی توپه، 3 مگاپیکسل هم اکس میگیره، ببین خبر نمی، منشی هم داره. منشی دیگه کیسه؟ منشی دیگه ماما جان، یعنی هر وقت بابا کار داشت وقت نگر جواب تلفن بده، یکی به جاش میگه لطفا پیغام بذاری. هایت زنه؟ بچه ایجام مرده ای منشی زنه ده مره ای. ها که تر محل نهه. بابا خط صرف میگیری ها، صرف کلاس داره. ای بابا یه چیز بده، آنتن بده کن. خط روان دارم 350. 350 مگه دماغم رو زالی دادم، نوشته 300. یه اگه داد 300 مو 50 میذارم روش. حالا ارزمتر حساب کنید، 290-95. 350 مگه سیب زمینی پیازه که چونه میزنی پدر جان؟ اون بیرون نوشته 300 که خواهم. اونی که شما بیرون دیدین دیروز فروش رفت کار کردن بود، امروز خط صفر 350. 350 دارم که 60 تومن کم دارم. بله؟ روز به روزیه داش. شما کارت. سلام، خسته نباشید. مثلا میخواستم فعال کنم.
چی شد پامو؟ پنجا بذارم روش؟ اما اگه پولت کمه اعتباری هم دارو ما دو تا بهت میدون 5 تومن اما با تو ما ارزون تر بخوایی دارم ها مثلا چند؟ بهت میدم 320 کار کرده است یا نوه؟ نو که نه 10 تا شماره بیشتر باش نگرفتم اینم فیشش آخه 30 تومن کم دارم شما که رفته بودی برای 300؟ آره ولی 10 تومن هم لازم دارم خودم برسنم به خانه باشی 290 مال شما یعنی پاک پاک مال من؟ پاک پاک مال شما 30 تومن هم که آوردی بیا همینجا با هم سند بزنیم اگه بقیهشون نی آوردم چی؟ میاری های قربان معرفتت شمارت همینه که حفظم شماره خونه منم توی این سیم کارت هست هر موقع اومدی میریم همینجا با هم سند بزنیم اسم شریف؟ من آخرتم محمود آخر نوکر دنیا و آخرتت یک جا بنویز رانه 0912-359-75-16 زنگ بزن فامیلا شماره منو بده الو قربان تو ایسی؟ منی خانم توی؟ آهان که پس چی خواهی بگو قربان؟ صدای من حال می کنی؟ آه موبایل به کمپیوتر مبارک موبایل شما کردار جانده می داری؟ میرزا قاسمی چه گودی؟ آنه خب زور را را کنم اونده آدیر نکنه قربانه الو بفرمایی سلام مرجان خوبی؟ سلام رنا مرسی قربانش هم برم مرسی گوشی با مادر جان صحبت میکنی؟ الو مرجان سلام کن سلام خوبی سی؟ شکر خدا آقا جان خوبی سی؟ آقا جانم خوبه مادر دی چی سیده مرجان؟ تی دستو باشه را درده کنه سلام برزم خودی کار کنیده همه حرف گوش نکنیده قربان سلام رسانه سلامت باشی بخم تر ببرم تهران بیشیم دکتر الو مرجان امی صدایه الو وظیفه ایده مرجان آخه موبایل بر عرف زین داره مرجان مبارده نه تلفن خانه جا آهنده قربان موبایل بگیفته را شوان دارم صحبت کدن داره سلامت بیدین مره تعمی مرا سبزی چوچن خربه شغانه بکن بدانی چه سر دست است که اشکنان دارن تهرانیان با قرآن الو الو مارجان آقا تو بوسته ده قطعی آه مارجان بارو بیدیم بیدیم چه چقدر بوست کش بارو بیدیم آه مارجان جواب بده چیز رو بگیفته الو مارجان روز بخیر خانم سلام دفتر ریاست جمهوری کجا؟ میتونم با آقای رئیس جمهور صحبت کنم؟ آقای رئیس جمهور؟ مگه این تلفن آقای رئیس جمهور نیست؟ نه آخه ما این خط رو تازه خریدیم ببخشید خانم شرمنده رئیس جمهور؟ نه آقای رئیس جمهور نبود که یه آقای بود با رئیس جمهور کار داشت قربان از تلفن دزدی نبه دزدی خوی ابو بعدی 30 سال مره نشنسی؟ نه خب میگه شاید اون یارو همون که ازش خریدی یا باش دزدی نخورد میچی میله ایمو بعدیش هم که جرات داره رئیس جمهور اوشو بگیده با آده شاید سرکاری بوده خب آه آن چه گذشته بلنده بکن بیدینم گرف قربان آره نه برو برو نزنی به این برمون بر باش حواس مسئول برو خواهی موبایل تو جواب بدی کی؟ موبایل تو مگه موبایل منه؟ پس نبره منه خب یا باش بذار زمین نظر زمین خب آکیا جیبم گوشی بردم این کی با من کار داره جانم سلام میتونم با آقای رئیس جمهور صحبت کنم؟ با کی؟ با آقای رئیس جمهور کیه آگه؟ گمونم دخترت رانا جان الو آقای رئیس جمهور رئیس جمهور کیه خواب دیدی خیلی باش خوابش الو خیلی خوب خیلی تماشا بیا فاکتورش هم بهت بدم رئیس جمهور خوش قربان کی بود؟ مزه نری مزاهم نشید خانم خواهش میکنم آقا قد نکنی به خدا من مزاهم نیستم آقا ننویز جان سروان ننویز اروای خاک و بابا من تقصیل ندارم این زنگه
کنار با میستادی باش درد دل میکردی کار بیمه گواهینا به زود باشی بفرمه این عکس دوستایی کمتر بینیست بیا میشه با این چندر قصر اوه کارگری از کجا بون جینا رو بیارم بدم از پول فروش بنزین بفرمه سلام گرایی جون گیر دادی یا من از کجا رئیس جمهور رو از پیدا کنم که خیلی من هر وقت رئیس جمهور اومد پول جریمه همو داد بهش میگم تو بهش زنگ زدی یکی شما رو پرونده داده به خاطر قتل غیر عمد افتادم زنده آدم بکشته مواظب باش نریزی سبزی میان واظبم با نه تصادف کرده بدبخت ماشینش بیمه نبوده پول دیگه نداره بده استیک بود بابا راما سه دفعه تو رو گفتم شب نخون نگیر گناه داره نشی با واظب بوده بخند زنش شکایت کرده افتاده زنده آه عجب زنه خانی پیدا بیدی خون مرده تواده زنده نمید زنه مهریهشو خواسته اینم نداشته بده مهریه را لکی داده که گرفتی با خنه چشم کورن دندن نرم خواستی و شب اول عروسی رو حساب انه مهریهی بکنی تو چی گیدی؟ اصابه گفته زندن انا مهریه بیا تو اوکوار نکنی من ننم قربان جان پیغمبر خدا با گفته مهریه اندل مطالبه ایسه یکی دعوتت کرده عروسی باشم قربان بیا بیشیم تو گیدی ندیرش نخته بیشیم عروسی مگه ما پانوش رو مهمانیم بعدش هم ما را دوات میگودی که رئیس جمهور را دوات میگودی من ننم قربان جان پشت انا خونه جمع گو همین حال به هم بخورده فریزم ولیک شروع شد I love you. تو این ترافیک باشه آقا به خدا بچه ای منو بیدلیل بیدونم من به چی قسم بخورم؟ به قرآن؟ سر هیچ و پوچ؟ آقا من چی کار میتونم برای شما بکنم خواهر؟ داشت از مدرسه برمیگشته میترسم قلبش تو دندو جواب کنه آقا او مگه بیماری قلبی داره؟ بله ارسی بابا شام من یه معلم بازنشستم عمرم رو گذاشتم پای بچه های این مملکت به خدا انصاف می به قرآن انصاف نیست با بچه بیگناه من اینطوری رفتار بشه به هر جایی که فکر میکردم رفتم ولی یه جواب درست حسابی هم با آدم نمیدن تو رو خدا من از سرتون باز نکنید بچه من بیگناهه قطع بسید همه گوشی زنگ نخورده ما مطمئنم از تلفن قبلا رئیس جمهورشی بود باید بفهمستی چهات خطش مال رئیس جمهور بوده من باگذار کرده به یکی دیگه پس بوده سسیده به آقا جان ما دیگه ستی چنه دوت میدونیم شیگه توجه به محرومین یه اصل این همه آدم محروم از صبح تا شب به من زنگ میزنن جواب اینا رو بده با من میگن تو چرا لهجه داری تو که لهجه نداری جواب اینا رو بده بینیم چی میده با سرعت بالاتر این هم یکیش کیسه جواب بزنده بله بله کیسه الو بفرمایید. سلام خانم. لطف می‌کنید آقای رئیس جمهور صحبت کنم. بله گوشی خدمتتون. رئیس جمهور آقای. هدف متعالی اینه که محرومیت‌ها رو کشید. رنا. قطع کرد. بس دوباره میگیره. آقا لطفی سفارش چقدر بود رنا؟ کجا بود برگه؟ رو میزه. خدمت اون خدمت. خانم لطفی 5 کیلو آش. 5 کیلو آش. انجام میدید خیلی خوبه. قربان علی بله این تلفن بود اما زنگ خود زیاد داره هر طوری شده بعد پسش بدی انداخته به ساده یا مسئول یارو میخواسته سر خودش ما بکنه انداخته به بابای تفریه ما بابا اتفاقا بابای یکی از بچه ها تو مدرسه تو مخابرات یک کاری من باش صحبت میکنم اگه بشه تصویر شده بگیم مالی کیه بگیم بره آقا جان یه لحظه بزن اون آیفون ما بشه اینه بده دست مادرش بفرمایید
الو سلام، شب بخیر. شب شما بخیر. من یه عرض خدمت آقای رئیس جمهور داشتم. بفرمایید. ببخشید شما شمالی هستید؟ فهمید پدرت شمالی. امرتون رو بفرمایید. من با آقای رئیس جمهور رای دادم، فیلمش هم دارم. همون موقع که داشتم اسمشون روی برگه می نوشتم روش دوم کردم. اشتباه کردید حالا بفرمایید. خدایی نکرده فکر نکنید طلبی دارم، ولی میخوام دخترم رو شوهر بدم. به خیر و خوشی. سلامتی. یاد دادن 15 میلیون تومان پول میخواد. وقتی ندارم میگی چی کار کنم؟ برم کلیه‌ام رو بفروشم؟ نه نه، این کار نکنی، چیز دیگه بفروشی. کلیه برش یا زنگ دادم ببینم میشه یه وامی چیزی به سفارش آقای رئیس جمهور به ما بدن. یه کاری میکنی نفت میفروشی میشه لا وام بده. خدا عوضتون بده. من کی تماس بگیرم مجازات پیگیری کنم؟ شما آقای منی دو هفته دیگه. خیلی ممنون، یه دنیا ممنون ازتون. خدا حافظ. تو چرا میخندی؟ راست میگه یکی به تو بخنده خوبه؟ کجا خندیدم؟ مردم گیرف دارن، اینم جربونه. حالا متوجه نشدم بگم اگر زنگ خور بده من بگونه این جواب بدم، جون من بدم. بیه چرمی باردو نکنی نکنه فکر کردی واقعا رئیس جمهوری؟ خیلی خیلی آقا مسعود چه شما هم خشدون باشه. الو؟ الو سلام. سلام از کردم. واقعا این تلفن رئیس جمهوره؟ بله، بنده خودم رئیس جمهور هستم. امرتون رو بفرمایید. فقط خواهش میکنم اگر بشه صدای گیرندتون رو یه خود کم کنید یا خاموش کنید. من یه سوال داشتم آقای رئیس جمهور. ببخشید میشه من قبل از اینکه شما سوال کنید یک سوال من از شما بکنم؟ بله بله بفرمایید. میخواستم ازتون سوال بکنم ببینم که این تلفن رو یعنی شماره رو چجوری به دست آوردین؟ از توی چترو. خب بفرمایید سوالتون در خدمت. ما اینجا سر شما شرط بندی کردیم. درست نیست، شما کار زشتی کردید. شرط بندی گناهه، قماره. ما خواستیم شما طرفدار قرمز یا آبی؟ شما به اتفاق دوستان که اونجا هستین قرمز هستین یا آبی؟ ما اینجا همه قرمزته. منم میخواستم خبر بدم به دون خوشحال بشین. منم قرمز. پدر جان، صفر اگه خریده بودی یه چیزی، ولی چون کار کرده است به ما مربوط نمیشه. حالا من کجا برم چیکار کنم؟ همین آدرسی که اینجا هست ببریم به خودش پس بدیم. به این آدرس دست شما. به سلامت. ببخش اینجا خیابان سعادت دیگه، بله؟ بله، سعادت. اون وقت شما آقای منی بلاک 42 اونه، این چه 40 اینه. خب این که 38ه، اینم 42. خب 40 همینه دیگه عزیزم. این؟ جان الو
بفرمایید. ببخشید میدونم اونجا الان دیر وقته، حتما استراحت میکنین، خیلی خیلی عذر میخوام. شما آقای رئیس جمهور الان خواب تشریف دارن. یه لحظه فقط چند تا سوال کوچولو دارم. شب بخیر. فردا الو. خواهش میکنم آقا، من از شبکه جهانی دیدی سی نیوز تماس میگیرم، خیلی مزاحم آقای رئیس جمهور نمیشم، یه گفتگوی لایوه. لایو دیگه چیه؟ لایو گفتگو تو اکثر نقاط به صورت زنده پخش میشه. جان من کجا؟ تو خجالت نکشی از زن کمر لستنی؟ لست چیه بابا؟ خانم شوهر داری چی گیری؟ از تلفن پشت جاشو تا انا مرد تشخیص بدهی. بدم مره بخ. بفرمای خانم. سلام خانم، میخواستم با آقای رئیس جمهور صحبت کنم. حالا بنده منشیشون، بفرمایی. گوشم مرفه در آبرویزی نکن، اصلا مردم و دنیا همه صدایش نمیدی. تی صدایش نمیدیش کرده نمید، صدایش نمیدیش کرده داره. خانم یه بار دیگه زنگ بزنی به شوهر من، تی تلفن فادم مخابرات بوسوزنه. سیاباخ چطور خاموش شده؟ نه بابا او تو هم بخوص بابا. من کی بودم وقت شده؟ بله خون بابا. بخوص هم بخوص خود شوه؟ بخوص داره هیچی، رئیس جمهور نصف شب لست دادن داره. پدر جان مخابرات رفتین؟ بده مام. بله گفتن به مام مربوطی نیست. همینطور؟ بله. خب چرا یه خط دیگه نمیخرین؟ پولی نمیشه. شما آقای منی، برای شما پولی نمیشه، برای ما خیلی پوله. خیلی بفرما راه براز نمیزم، صداشو بلند میکنم شما بوشی. بفرمایی. الو سلام. مشکلی دارم، بفرمایی. قربان چی مشکل چی یعنی چی؟ عباسم اوس عبدالله پسه. عباس توی، سلام علیکم. سلام قربان، معلومی سه چوچیگی؟ آها موبایل به هی اتفاق فامیلا ننشنسی؟ گفتم زنگ بزنم یه حال احوالی با تو بکنم. عباس جان، من اینجاییسم نتنم صحبت کنم، بعدم تره زنگ زنم توی قربان. قوم و خیش بود این، ولی همش مردم هم که زنگ میزنن. باش اشکال نه پدر جان، یه درخواست بنویس میذارم تو کارت تابلو جان. چشم. ریاست جمهوری قول داده خط از من بخره. ریاست جمهوری؟ آه. چرا اون بخره؟ خودم میخرم. دنبال شهر بگردی. بفرمایید. سلام آقا، شما رو به هر چی میپرستی قسم قطع نکن. من مرض دارم قطع کنم با آقا، صدا داره قطع و وصل میشه خانم. الو فقط یه اجازه بده بزنم کنم. اجازه بده. الو چی شد آقا؟ الو صدا میاد؟ الان صدای شما خوب میاد. من یه دقیقه میخوام با آقای رئیس شما بچه‌م در خطره. بچه‌م اگه بمیره اون دنیا ولتون نمی‌کنه. شما میتونستین جون بچه‌مون نجات بدین. من کاری از دستم بر نمیاد خانم. یعنی چی؟ اگه کاری از دستتون بر نمیاد خیلی بیجا کردین اونجا نشستین. شما چرا اینا رو به من میگین؟ من کاری نیستم آخه. پس به کی باید بگم؟ آخه مگه من دستمون به اون بالا میرسه؟ والا بلا. آقا یه دقیقه گوش بده. گوش کن آقا، به اون خدای احد و واحد فردا از طرف شما خبری نشه خودم آتیش میزنم. شنیدی؟ حوالتون هم با حضرت عباس. شما میدونی اون بچه بی مادر. گفته باشم خداحافظ خانم جان. الو کی بود؟ چی گفت؟ ای داد ای بابا، چرا بایستدی گازشو بگی بریم؟ بریم آقا، بریم باره تو برسون. مگه نمیخوای خط تو واگذار کنی؟ پشیمان شدم. تو راست راستی باورت شده که رئیس جمهوری ها؟ تو هر فکری میخوای بکنی بکن. باشه یه تومن میخرم بزن، یک و پونصد سگ. بازه یه چیزی رو بهت بگم. به ما میتونیم از این خطت خدات میلیون پول در بیاریم، به شرطی که یه حساب مشترک باز کنیم. هر کی که به تو زنگ زد بگی اول یه پولی واریز کنه به اون حساب، بعد هر کی که گیر اومد 50-50 نصف.
ببین تا کی میخوای با این نیسان بار ببری این بر اون بر؟ بهت قول میدم 3-4 ماه بارمونو بستیم و رفتیم. من پول حرام از گلوم پایین. تو خیال کردی هر کی به این خط زنگ میزنه آدم بدبخت بیچاره است؟ نه داداش من، بعضیاشون این پول دارن که 1,000,000 تومان واسه چون پول خورده. زمین دارن نصف ترون، کارخونه دارن خداد میلیون، ویلا دارن تو کانادا. فکر کردی که چی؟ واسه چی زنگ میزنم به خط تو؟ واسه اینکه یه وام بگیرن گردنشون از من تو کلفتر بشه. ببین ببین چی دارم بهت میگم، تو داداش منی. این پولایی که تو جیب اوناست پول من و توه، پول نفتمونه. اگه بفهمن؟ ای بابا داداش من، این پول از شیر مادر به ما حلال تره. بردار بردار دارمه بردار چشه مایی بردار. بفرمایید. الو الو آقای رئیس جمهور. بفرمایید. خواستم با خودشون صحبت کنم. گوشی خدمتتون. رئیس جمهور بردش بگو جلسه است. جلسه است بگو جلسه است. آه ایشون جلسه تشریف دارن. من یه وقت ملاقات میخواستم ازشون. آجا من امرتن. من گلکار هستم، اون پیش سینما. گلکار اون پیش سینما. ای گلکاره گلکاره. گوشی بزن گوشی بزن بزن دمه گوشت دیگه بچسب. امرتن. آقا من حداقل 14-15 سال دارم تو این سینما کار میکنم. به خدا انصاف نیست با این اتهامات وای منو ممنوع کار کنن. یه لحظه گوشی رو داشته باشید آقای گل. راحت 50 کاسه بین. این آدم موقعی که 1,000,000,000 در میاره 50 تومان واسهش پول خورده. فهمیدی یا نه؟ ببین آمارشو دارم که تو فیلم قبلی تو 3 روز 90,000,000 پول گرفت. حواست باشه 50 نفر الان 50,000,000 ما کاسه بین. همینو بهت بگم. زیاد نیست. نه زیاد نیست. آه 50. به اون نگو که ما 50,000,000 خودمون کاسه بین. هیچی بگو دردت چیه؟ دردشون آقای گل شما درد چیزه؟ حرفشون چیه؟ حرف شما چیه؟ والا چی بگم؟ ما شما هرچی میکشیم از این مجلات زرد رو بخدا با یه مش دروغ زندگیمونو به بازی گرفتم. بگو چی کار میتونم براتون بکنم؟ بگو بگو آقای گل. من چی کار میتونم آقای گل برای شما بکنم؟ من میخواستم یه خواهش کنم، یه وقت ملاقات از آقای رئیس جمهور رو هم بدین. من حضورا خدمت ایشون برسنم برشون توضیح بدم. وقت ملاقات همینجوری که نمیشه که آقای گل. گوشی؟ برو شماره حساب، شماره حساب کارت واسش بخون. شماره حساب پوله رو بریزه تو حساب دیگه. پوله رو بریزه تو حساب. خونسا آقای گل اینو بنویسید، این شماره حساب رو بنویسید. شماره حساب؟ بله بله. یه وقت ملاقات بالاخره شماره حساب میخواد دیگه. یه همینجوری که بله بله متوجهم. بگیم من تو موبایلم یادداشت میکنم. 15 بله بله نوشت یا؟ 15 17 17 بوشو بابا چی شو؟ برای ما کجا کشید؟ کی جان قربان بابا چی کار کردم؟ ای بابا تو چه شمایی؟ آخه رو تو بر نگردون. اه تو چرا قهر میکنی؟ آخه این تو فکر کردی که نامرد ایچی ندار این ناموس. بیا پیرمرد همین بود گوشید. بفرمایید. الو آقای رئیس جمهور. سیاپوس با خوشگلی بیده ای قربان. تو چه نگاه کدن داریده؟ بنویسته
دانشگاه اجرا کایی نرشی ماهواره ایجا ای تویتر از انگان زنی تی درست ها وقت شب طول نکشه. تو هم اگه یه میز برام بگیری اینجوری مجبور نمیشم مثل کلفتا ولوشم روی کرسی درس بخونم. قرص تو رو خوردی؟ بفرمایید. سلام آقای رئیس جمهور، شب بخیر. شب شما هم بخیر. خواستم بگم تو این سفرهای استانیتون یه سر بیاین احواز تا کوت عبدالله رای نیست. چی عبدالله؟ کوت عبدالله تماشایی آج آقا یه جماعت از این امت به پاخاستی که میگی. من که گفتم امت به پاخاستی؟ کیه که نگفته باشه تو این سی سال؟ آقای رئیس جمهور بیا ببین همین امت به پاخاستی تو فاصله صد متری چای نه فروسیر میخوابن، نه سقفی نه خونه نه تو یه چادر پاره پوره. بد نیست بیان یه سری بزنن، شاید از پول نفت سفرشون دوزار گیرشون بیاد دقل کنی صرف نا برن خودشون دست پا کنن. شما نراحت نباشید، انشالله همه چیز درست میشه. بله خداحافظ. درس درد نکنه قربان. چرا اتاقم میان صحبت نکنه قربان جان؟ بومی بیرون تو هستر ما ملی جان. می دل مردم رسوزه. تو تی کلای صف پدر باید نبره قربان. تو نخوای مردم را دل بسوزنی؟ آخه ایت از ایت تباسا این افر انا دختر این همه رانا نخوش هر زنه که قلبش جواب هم من نخواهی نه دل بسوزنی خانم. تو بوش اتاقا میاست از سرما نخوری. ببخشید آقا. سلام خانم طبیب. من نماینده رئیس جمهور هستم. از طرف ایشان دارم با شما صحبت میکنم. ایشان دستور دادن برای تحقیقات محلی خدمت شما بیام. آدرستون رو به ما بگید. بله بله می نویسم. حالا گوشی خدمت خودکار نداری خدمت میداد ایشون. خواهید کاغذی ببخشید بفرمایید خانم تایی. بفرمایید آجا، خواهش میکنم بفرمایید. زحمت کشیدید خانم. شما آقای رئیس جمهور خودشان میخواستن خدمت برسن ولی به دلیل گرفتاری های زیادی که دارند نتونستن تشریف بیارن، عذرخواهی کردن. من نمیخواستم مزاحم رئیس جمهور بشم، همون دستورش برای ما کافیه. خواهش میکنم. بفرمید رو خدا جاخم، بفرمید. اینا مدارکشه. مربوط به دختر خانم؟ بله. شما چه اقدامی کردید؟ حالا من مدارکو بردم دادسرا. اونجا یه آقای دلش سوخ گفت اگر یه وثیقه چیزی بیارید، یه تعهدی بدین، من ممکنه آزادش کنم. بله. من که نه از خودم خونه ای دارم نه ماشینی، الان 20 سال اینجا مستاجرم. مستاجر این کرای خانه فامیلی آشنایی قوم خویشی کسی ندارید؟ میگم که دستش به دهنش میرسه میترسه وثیقه بذاره. مردم چشمشون ترسیده. آجابا
بله میدونین که مردم گرفتاری زیاد دارن، تلفن زیاد میزنن، تقاضا دارن اینها، ولی جمهوری آقای رئیس جمهور خیلی نمیتونن به همه جواب بدن. ولی من شخصا به شما قول میدم پی کار شما رو بگیرم، به جایی برسانم. خدا عمرتون بده آقا. بفرمایید چایتون سرد شد، بفرمایید خواهش میکنم. چشم. بفرمایید آقا. سلام خانم. سلام آقا. حال شما خوبه؟ حال شما چطور؟ خوبین؟ خیلی که منتظر نشدم. ببخشید تو خدا، واقعا مزاحمتی شد. خواهش میکنم، وظیفه ایم از میگم شما تشریف داشته باشید، من برم داخل ببینم چی کار میتونم. نه تشریف بیاریم، با هم میریم. بله ولی اول من میرم، اگه لازم بود میام شما رو میبرم داخل. پس با تشریف ببریم طبقه دوم حاج آقا نقیلی. نقیلی؟ بله نقیلی. بسیار خیلی خدا. تا صبح هم اینجا بشینی فایده نداره. تو رو خدا حاج آقا، تو رو خدا یه کاری برامون بکنی. خواهر من، برای شما وثیقه 200 میلیونی بریدن، این ملک 100 میلیون میارزه. حاج آقا تو رو خدا، آخه من ملک 200 میلیون از کجا بیارم؟ جون بچت یه کاری برام بکن، اول خدا بعد شما. حاج آقا، حاج آقا اقلا بذاری ببینیمش. مگه دست منه که بذارم ببینیش؟ کار چیه؟ سلام علیکم آقای قاضی، بالاخره یکی باید به ما بگه برادر ما کجاست یا نه؟ بشین پسر جون، بشین صدا تو بیار پایین، والا میدم کتبسته ببرن پیش داداش. داد ببر آقا، ببر. بفرمایین بشینین. حاج آقا شما ببخشید، شما به بزرگی خودتون ببخشید. حاج آقا تو رو خدا، حاج آقا خیال کنین بچه خودتونه، خواهش میکنم. ای بچه من بود نمیذاشم بی اجازه بره تو خیابون. دارو ندارم، همین حاج آقا این دو تا بچه است. آدم دارو ندارشو ول نمیکنه تو خیابون. حاج آقا تو رو خدا، جون بچه هات یه کاری برای ما بکن، اول خدا بعد شما. حاج آقا شما چیکارشی؟ من اومدم بگم که ثواب داره بچه یتیم، دخترش بیماری قلبی داره. عرض کردم شما چیکارشی؟ بنده شما آقای منی همسایه‌ش. مادرش کجاست؟ ناخوش احواله، گفتم پای منتظر بمانه. حاجی آقا. نه خیر، نه اشتباه گرفت. بفرمایید از واحد شماره 4. نه نه نه، ما اینجا اصلا رئیس جمهور نداریم. خدافظ. از ریاست جمهوری بود، ما هر جا توانستیم رو انداختیم. آجا بگو مادرش بیاد بدم. مادرش باشه. حاجی آقا جون بچه تو، جون بچه تون آج آقا یه کاری بکنین. آقا برم مادرم چی کار باید بکنم؟ انگار دارم کار شما رو دنبال میکنم. آقا خدا خیلی داد آج آقا، خدا از برادری کمت نکنه. الهی آمین، خدا حفظت کنه آج آقا. چی شده همشهری جان؟ خدا بند نده. چیزی شده؟ بچه شوالی؟ آها نواره، بچه لنگرود جاده چمخاله. تو رو دیدم اون تا قاضی داشتی صحبت میکردی، بچه ای تو هم گرفته؟ بچه من که نه، خیال کن بچه من. ببینم چی برات نوشتن؟ چیزی نمیشه، گو بار مادرشو بیار. آه، یکی همون دختره هست. کنم دختر؟ بردنش بیمارستان. بیمارستان؟ من هیچی از شما نمیخوام آجا. این بچه یتیم ثواب داره، یکی باید کاری بکنه. اصلا شما واسه چی افتادی دنبال این پرونده؟ مگه خودت نمیگی نسبتی با این خانم نداری؟ نه ببینم، نکنه باش صنمی داری؟ گوش کن، تقش در بیاد برای همه تون گرون تموم میشه ها. آجا من هیچ صنمی با این خانم ندارم. آجا من فقط یه وسیلم، یه سنم بین خدا و این خانم. اینجا
شمار به هرچی که اعتقاد داری هر قرار باشه من وسیله باشم بذاریم وسیله باشم که به درد بخورم یا وسیله به درد بخور باشم سلام آجا نقیلو هستم زندانیه آزادش میکنن آزادش نمیکنن به پرستارش الان گفتم وضعیتش اورژانسیه باید زود عمل بشه خیلی زود یه ساعت هم یه ساعت میگم ها خجالت نمیکشی بایرام لو سیدی خلاف میاری تو مدرسه گوش میگیری آره آقا اجازه خلاف نیست آقا ساسی مانکن همه جا دارم میفروشم ببر صدا تو خلاف نیست ساسی مانکن برو بیرون تا من تکلیفت روشن بکنم برو بیرون وایسا آقا اجازه کجا؟ سیدی را کجا میبری؟ بده من سیدی را برو بیرون یا تا لنگت هم بالا بگی چی تو؟ این چی عزیزشونه حتما ببرم شب خونه گوش بگیرم اینم چی چی هست همریش مگم شاید میخوای ماشین ازا تبدیل به احسن بکنی آره همچین فکری داری؟ نه بابا ماشین چیه میگم نکنه بچه طوری شده رانا دوباره قلبش درد گرفته؟ رانا که طفلی همش قلبش درد میکنه دیگه چیزی میگم مشکوک میزنی با جناق چی؟ نه بابا بین خودمون باشه رانا نیست یه بنده خدای دیگه تجهیز فرات میخوایی میکنی احلاکس اسمش چیه؟ تو نمیشناسیش معلومه که نمیشناسی میشه سر عقد میشناسیمش آره خیره دست دهنم اونم خیره تا پنج تاش خیره از پنج به بعد شر میشه دیگه ثواب داره معلومه دیگه این کارو همیشه ثواب داشته و داره همچین از کت شلوارت هم معلومه کار خیره اینه که همینجوری برای خاری نبودن غریزه پوشیدم با مگم اگر رو من حسابی با کرده خودت که گوش میکنی اخبار داخلی خارجی همش توب تو شب داره میگه آموزش پرورش یا بیچاره جلو مجلس دنبال حقوق عقب افتادن دستمزد حقوق ما هم که خورد خوراک روزانه کفافشو نمیده چیزی تش نمیمونه که بخوام پس انداز بکنیم که بعدا قرض بدیم به هم ریش نه بابا من که از تو توقعی ندارم که من میشناسم اصلا بزر زندگی تو من اومدم ببینم بین این شاگردات بابای یکی شاید کارمند بانک رئیس بانکی باشه یه وام یک بتونه برای من جور کنه باری کلا چی تو به کله من نخورد به کله ای تو افتاد پس دختر خود شما نیست عرض کردم خدمتتان پدر نداره مادرش هم معلمه صحیح پس مادر بیوه است ها تنهاست شوهرش عمرش داده به شما چرا به من؟ ظاهرا داده به شما اختیاده حالا چرا سرپا ایستادید؟ بفرم بیشون من راحتم دختره الان تو نوبت عمل قلب خوابیده آخه بمیره حالا چرا شما افتادی دنبال کارهای خانم بنده خدا؟ شما آقای منی داستانش مفصله مفصل؟ حالا گیریم پولیم منتظر محبت شماییم والله خدمت آقای خودم عرض کنم این روزا وضع اقتصادی خرابه ولی خب شما رو آقای غمخوار فرستاده با جناب من ها مرد خوبیه باور بفرمایید همه زحمت بچه من تو مدرسه گردن آقای غمخواره باید یه جوری جبران کنید محبت بدید سلام
دست شما درد نکنه. بزرگواری کردین ها. اصلا اینکه اشتباه آمدم. پرروگی نوبره. دو برابر مبلغ وامت هم باید سفته بیه. این سفته ها رو خودت امضا میکنی، پشت سفته ها هم باید ضمانت امضا کنی. اگه ضمانت کاسب بودن اصل و فتوکپی جواز کسبشون رو باید بیاری. اگر هم ضمانت کارمند بودن اصل و فتوکپی فیش حقوقی و گواهی کسب از حقوق لازم داره. دهت آمنای صندوق هم باید تاییدت کنه. من چی میشناسمشون قربان؟ ببین شرایطشو داری یا نه. 10 میلیون تومان زک نیستمت خوشگلم. ما مینه تو اینجا کارگریم داداش. پول میخوای برو به حاجی بگو. شما آقای منی به حاجی بگم میده؟ نمیدونم حاجی میده یا نمیده. الان که حاجی اصلا لارناکاست، نشسته تو سونا و جکوزی، یه فنچ یونانی هم داره ماساژش میده اساسی. حالا بگو ببینم 10 میلیون واسه چی میخوای؟ نکنه زیر سرت بلند شده خوشگلم؟ بلمون کنه آکیا عذیت. مسعود جان بهش بگو برای کار خیره. تو باز شوخی گرفتی، با خدا ثواب داره. فقط بین خودمون باشم. بله بله پایگیری میکنم حتما. بله خداحافظ. خاصه خلاصایی را بگود اقد دادر بیدر خوشن را زنگ نزنن. ار رئیس جمهورم خورا ساعت کار داره والا. رئیس جمهور شب و روز نداره که ها. حاجی خداحافظ. مخلص. این اون پارتیه رو وسط فردا فرستادم تا 12 ظهر دستت. آره آره مخلصیم. ببخشید آفرزین. بوشی جونم. سلام علیکم. من صرف آقای غمخارم بودم. ببینم بهت زنگ میزنم. آره آره خداحافظ. آقای کیسومی. بله بله. گیره چقدی هستی؟ جان؟ میگم کارت با چقدر را میافته. آها خدا خیرت هم بده. ده میلی ده. ببین یه دقیقه اینجا بشین. میامنم. بشین. اینو خوستیم. سلام علیکم. قربان شما. سلام علیکم. مجید یه نگاهی به این یارو انداز. خب صبح تا حالا بنده خدا دنبال کار میگرده. میگم احمد نیست از تنهایی شاگرد مگرد نمیخواد. با این کار کاسبی احتیاج به کارگر نداریم. حاجی زن و بچه داره، جای دوری نمیره، ثواب داره. از این جان کاسبی نباشه، کارگر میخوام چی کار؟ سلام علیکم. آقا بفرماییم. جازی و زمد نبود آقا. برم از برم، میشه جونت. این حاجیه پول بده نبود. ایوه. حالا اخماتو با کن. چون خیلی باید حال میکنم، مخشو زدم توپ. خدا تو رو نگه دار. 106. 106؟ بله. من از اسمی که تو توی مملکت زندگی نمی کنی. من کسی زیر عشق کار نمی کنم. داشتم فکر کنم شمر زل جوشنی. کی تو این دوره زمان 10 میلیون پول بی زبون رو بهت میده قرض رو پس نده. سلام خانم. سلام.
حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ سگول خانم خوبه؟ دیگه منتظرم ببینیم چی میشه. من دارم همه تلاشم میکنم. خودتون میدونین که کار اداری یکم طول میکشه. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. شما خدا عوضتون. بعد امیدوارم دیر نشه. امیدوار باشم. ببخشید دای دکتر. چی شده؟ شما چه نسبتی باش دارم؟ بنده؟ شما آقای منی، من از اقوام و خیشانی ایشانم. اگه از اقوامشی چطور نمیدونی دیابت داره؟ چی داره؟ دیابت، قند، مرض قند. الان 4 روز انسولین نزده. اگه یه بار دیگه این اتفاق بیفته ممکنه بره تو کما. کما؟ آره، بیشتر مواظبش باشید. خانم طیبی، من الان میرم پیش شخص خود آقای رئیس جمهور. شما اصلا نگران نباشید. من میگم داره، شما بگو 80%. عرض میشه که میمونه فقط کارت سوخت. بنزین چقدر داره؟ 650 خورده ای بره. 650 تان بنزین بشتر. یعنی یه ایران گردی هم میتونی بری. بارم که من فکر کنم سنگین ترین باری که شما تو این ماشین زده خودت بوده. ای بابا بفرمایید. شما یعنی فقط اون اصل قضیه رو مرحمت بفرمایید که بسم الله الرحمن الرحیم. همون مبلغی که توافق شده بود دیگه. بله بله. خدمت شما این مدرک ماشین هم سند و بیمه بعد اینم سویچ خدمت بعد یه خواهشی دارم من چون عجله دارم برم بدم بیمارستان این محضر بذاریم عصر یا فردا اگه اشکالی نداره اونم موردی نداره اشکالی نداره اونم موردی نداره خیلی ممنون خوش آمدی یا علی خدا آقا اسناد سویچ مبارک باشه کاری نداره الحمدلله اینم تمام شد اومدم شد بله تمام شد دستتون درد نکنه من نمیدونم چجوری بعد از ازتون تشکر کاری نکردیم که خانم وظیفه ایناست باش میدونستم حضورا از آقای رئیس جمهور تشکر تشکر نداریم چی کاری مرچی هست از اون بالا من 3 ساعت تو رو سهل کنم اما را جواب درست حسابی فندی ها ماشین که حتی خوره خوره ابروغا قطعی نکنه که قربان نه خیر بینیشتم ایتم ملاقه آب ایتم ملاقه روغن نباتی قطعی بودم تو چی دانی آوروغن چیست مری؟ ماما چی که تو بودم؟ ماما خیال کردم این آوروغن آشپزخانه رو میگی برای همین چرا درستو بخوام دخالت نبکوده هسا که ایتراوی دیدی؟ چه دیانم با؟ خفه کنن وگرنه تا صبح خواهی همه رقص شیمی بکنه شه Thank you.
که خواهی بشی ترمیمگاه بدم بیرید بذاری اکبر الان که ماشین ندارم ولی میذارمتون تو نوبت ان شاء الله عصر حتما واسهتون میفرستم فقط منو ببخشید واقعا معذرت میخوام ازتون خدافظ ببین چه جوری دست ما رو گذاشته تو پوست کرد یه با ندارم روزی سه تری ببره شاهکاره ای بابا اینم که ماشش خالک حالا که تحویل میگیری خوشگلم یه هفته ده روزی مالیدی نه بابا کجا مالید الو چاکرم کیام خوبی ردیفی آره اگه گوشه رو لطف کنی ممنون میشه ای بابا حالا چرا انقدر پنچری؟ بخند؟ بخند؟ نمیاد آخی حالا گوشی خندم نمیاد یه لحظه گوشی حالا فعلا میخوای علال حساب برو پیش اکبر اینو کار کن ببینم چی کار میتونم وسط بکنم برو خدا خیرت بده الو چطوری عزیزم؟ بابا نشسته صرف چیکارش کنم خب؟ نمردیم و بالاخره بعد شش ماه سور ماشینه ده به ما دادیم نه نه درد نکنه نه نه که به سلامتی باش کار کنی بخور به جایی الو بفرمایید الو سلام خانم منزل آقای کیسومی بله اینجا خونه آقای کیسومیه آقای کیسومی تشریف دارن بفرمایید در نهاد ریاست جمهوری نهاد ریاست جمهوری؟ بله خانم گوشین رو محبت کنیم به آقای کیسومی میگه از نهاد ریاست جمهوریه تلفن خانه ما رو در کجا میدید؟ سلام پاشو تلفن خانه رو هم رفت اینجا میدونیم بیرون بفرمایید الو سلام آقای قربان علی کیسومی بله بله خودتون هستین؟ بله بله خودم هستم از دفتر ریاست جمهوری با آتون تماس خیلی ممنون راجب درخواستتون برای تعویض سیم کارت خیلی محبت کردی آقای رئیس جمهور میخوان شخصا با خودتون خدای رئیس جمهور رو خواهد با من صحبت بکنه؟ بله بله من ارتباط میدم بله. منتظر رئیس جمهور رو خواهد با من صحبت بکنه راجع به انتقالی مرسو باید کن منتقلشم چه میدونه میدونم خودی رئیس جمهوره بشبه او کی از سازمان منل اومده سلام آقای رئیس جمهور قربانه بذاری من منم گوش گیرم حال شما چطوره؟ بذاری من منم گوش گیرم بله بله محبت کردید بله از همه جای ایران به من زنگ میزنن بعد به من میگن که تو چرا لهجه داری من میگم که من که رئیس جمهور نیستم شوخ هست خند نکنید بله خیلی محبت کرد من دقیقه برم خیلی خوبه مدیرم بشم نازم دیگه بله بله قربان محبت میرداماد شمران بگو دیگه بله آقای رئیس جمهور مهمان داریم پیدا کرد نه پیدا نکرد مهمان داریم اینجا همگی به شما سلام میرسانند نفت دارم چم میفروشم بگو ما نفت نمیخوایم پولش بده به ما یعنی بنده دردم گرفتاریم نسبت به مردم صفره ولی مردم خیلی تو این مدت به من زنگ زدن بیش نکن قربان علی گرفتاری چونو میگن دردشونو میگن صدام خواهش میکنه که به داد مردم شما مردم در تماس هستید این مدت که با من در تماس هستید همه گرفتارن ها اینه جلو گفش رو میگید جلو گفش رو بیش بگو من اگه بشه منتقل بکنم منطقه سه اونجا بشه خرف و زیاده چیل از خصوص زیاده چی میگه این؟ بله بله آیز شما اینشالله درست میشه بله چی درست؟ اون باید بگه اینشالله درست میشه تو میگی خدا حافظ شما چی بازی در میاد اینه میذاره دانو کنه حرف بذاره یه بسید چند تو هم که دو حتی بازی چی بشه یه که منطقه یه انتقالیه نمیگه نمیذاره برای خواهی نبونن غریزه دو کلمه حرف حساب بذاره نه خواهی من چی گفتم به غریزه نگه غریزه اون وقت منه نگه دو حتی اصلا فهمیدی اون برای تلفن کی بود رئیس جمهور مملکت بود سوال دارم رئیس جمهور شدن خوب یا بد؟
به جناب عالی پیشنهاد رئیس جمهوری شدی؟ چه به قیافه من نمیام؟ به قیافه نیست کی؟ این روزا رئیس جمهوری به قیافه همه میاد. به شما میاد، به من میاد، به اون خانم میاد. همه واس خودشون رئیس جمهوری هست. منتها باید قدر و قیمت چی بدونی. من خودم این رئیس جمهور این ولایت. پروردگار عالم من مأمور کرده به این مردم خدمت کنم. حالا بگو ببینم رئیس جمهور کدوم ولایت به شما پیشنهاد شده. قربان. خدای نکرده تصادف بودی؟ تصادف؟ ما بابا. پس چی؟ گفتم که فلان تعمیرگاه. آه تعمیرگاه. از کچهور مهمانی چرا دو کده قربان؟ اوه اما مسعود جا چرا پول فگفتی؟ حالا چقدر فگفتی؟ هیچی بابا یه گویی بخوردم مرا کوچیک بودم انا جواب محبت قربان منم کم محبت بگودم آتی آباجر انا شوهر را دی حضر بوایدی تهران اشان خانه پیدا بودم از این بونگا به اون بونگا از 300 تومن خود زن وسته بکنم مرتکه گده ان دامنی وامو چرا فگفتی؟ آه مرتکه دهان لق من ندانم قربان تی لباس از دکون خان بشم تعمیرگاه بدنم اما ماشین چی ببسته؟ چرت چولم نگوزم دون چرت چولایی گم یا تو فکر بگویدی من خرم؟ من را جواب آفادن بینه که خط برسرم بینه که بین صاحبا من را جواب آفادن اما ماشین کوی نه بفروختم خوبه؟ کمیسر بفروختی؟ آه راستگی؟ آه قربان قرآن ما بفروختم؟ آه قرآن بفروختم آه کمیست پول کنه نه پول چی بکنی قربان؟ بوشه تو تاقا میان داره من بدینم من باید بدینم پول ماشین چی بکنی؟ تو بزنم آلا خوشم قلبم خوب پره ارس خیه وانه تا خودم بهم خودم بفروختم خودت بهی؟ آه از شکم از دکا زکا نمیدهی من که راضی نمم خودم راضی نمم او به اشتباه گرفته بله سلام خانم ببخشی مزاحم شدم آقای کیسومی تشریف دارن؟ کیسه بگفتم کیسه خانمی گفت آقای کیسومی آره فادم بفرمایید سلام آقای کیسومی من طیبی هستم سلام از بنده است خانم حال شما چطور؟ با زحمت های ما دختر خانم چطور خوبه؟ خبر خوش عمل به سلامتی انجام شد امروز صبح حالت خوبه الان خوبه خدا رو شکر خوبه خوبه خدا رو شکر آقای کیسومی من زندگی دخترم از شما دارم ما چه کاریم خانم هرچی هست از اون بالا کیسه دست شما درد نکنه سلام من آقای رئیس جمهور چشم ایشالله خدمت برسیم هیچی بابا هیچی ای تا بنده خدا دوباره زنگ زده خیال کرده من رئیس جمهوریم آه تو بگفتی منم باور بکنم انکه بگفتی آقای کیسومی که رانا بیانا دورا کن بابا تو دل فده این غلمه بگفتی علاکه قرار خدمت فرسی غربا دوباره چرت چوله بگفتی هسته با پامستم که رکو چربانو مهمانی دو گویدی خفا ببو از ده میلیون بابا من خفا ببو آه من تا بفروختم و خطر از زنه چی گیدی؟ قربان ای بای بابا چی ببستم؟ آبی آرام بابا مالیزم چی ببستم؟ بابا به خدا نمیذارم داری ماما به خدا نمیذارم بابا نمیذارم تیپره بگو تیپره بگو بره کنه ماما قلبم نمیشه تو رو خود کنه قای داماده بابا ماما خود تو یه چیزی بگو به خدا نمیذارم ماما بله کن رانا یا بفرد
خطر که نداره. نه پدر جون، چیز مهم نیست، شما بفرمایید. کیسومی چی خبره بابا؟ هول نکن، انا حال خوبه. آخر تکاره بخودی؟ راضی ببستی؟ انا قلب درد کنه قربان، به خاطر ایت زنه که دختر روانه بیمارستان بکودی راضی ببستی؟ نکن زنه ای هیا بیمارستان منم هیا آبرو دارم. اهم دنم شمی رئیس جمهور دی از دروغه، انا سیم کارت عوضیه. نه خانم جان، میخوام دخترمو ببینم. دخترتو میبینی عزیزم؟ دخترتو میفرستی پیش سوگل تو بخش؟ بیبی 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 انا سیغه بکودی؟ تی دهنت زوز خانم طیبی خوب زنیه، احترام داره، عشان دختر ناخوش بو این امه رهنا پول عمل نشتیه، طفل دختر درم مردم بو. خیلی سرم همه خیال کنم من رئیس جمهورم، فکر بکنم من مسئول زندگی از دخترم، نتونستم دست به دست بکنم کاری نکنم، بفهمستی؟ آه تیپ پرارما آخه کدوم رئیس جمهور خوشیکم زن بچه بی ضعیفن این مردم که زن دومی ببین من دانم قرمان، من از زنهی باید بیدینم کوی ایسه قلم کن بگی بشه بگم بگم امی پای قلم کنی امی دست و پنجا در دانم کنی امی دست بوز نبگیم تمور با امی هشی امرا روز خروزی با امی ناخانه با ای خدا بدبخت بودی بیچاره بودی قرمان این کلمه مرا نگفتی چی بکنی آخوی خدا همه مردم بدبختی که زمین نمیگه همین خود من از همه بدبخت داریمه او همه خانه زندگی بو پاسکن نعمت آمده میان این حتی آخ خدا من چی گناهی بکنی ملی جان، ملی خانم، تی جان قربان مرا گوش فدم، این چیگم میگه ملی جان، مرا گوش فدم من نمایدم که زنهی من زندم به چشگرم بادرم شمفالگی کنم سلام خانم فیلمی چی شده؟ هیچی نشو برانهای ما حالش پس شد آوردیم اینجا الان خدا را شکر حالش کن حیال بنده عزیز دارم من طیبی هستم مادر صحبت چی شده؟ ولی جان خانم طیبی ها شما نمیدونی هیچ کس مادر نمیشه چی شده عزیزم گریه نکن خوب میشه انشالله اگه آقای شما نبود که من اصلا نمیدونم چه بلای سر دخترم انشالله دختر شما خوب میشه خدا حفظش کنه انشالله دختر شما خوب میشه هنجان ای بابا این آخه چی کارش داری؟ ولش کن دیگه اکبر رو میبینی؟ ناراضی، حالش خوب نیست حقم داره بنده خدا میگه درآمدش نصف شده بابا آخه کی به تو گفت این لباس بپوشی کارگری کنی؟ الان میام خدمت من نمیفهمم چرا این کار میکنی؟ بابا من تو رو واسه ماشینت میخواستم خوشگلم وگه نه همچین تیکه هم که نیستی؟ سلام. یه لیدیه خوب میخواستم بله چی میخواین؟ ساخت وطن خارجی عزیزم؟ بله چند اینچ میخواین؟
42 42 که ببینی الان تو بازار قیمتش خیلی بالاست. به نظرم بیا نصفش کن. 24 ببر الان سلام. قربانت بشم. حالا شهریه اینترنت تو چقدر هست؟ 420,000 تومان. نگران نباش مادر جان. درست میشه قربانت بشم. سلام آجا. سلام علیکم. کیسومی اینجا چی کار میکنی؟ از صبح بالا بودم آجا، منتظر شما بودم. تشریف نیاوردین، گفتم بیام پایین تنها با شما صحبت بکنم. خواهش کنم ثواب کنید من دوباره برگردم سر کار. برگردی؟ بر. با اون گندی که زدی انتظار داری من دوباره استخدامت کنم؟ اشتباه شدی یا بزرگواری کنیم. ببخشید من بیام. شنیدم با پول باز خریدید وانت خریدیم. اگه باش کار نمیکنی؟ کار میکردم، مشکلی پیش اومد بفروخ. مرد حسابی شانس آوردی، من دلم به حال زن و بچه‌ات سوخت، وساطت کردم. حاج آقا می‌خواست بندازدت زندان، هلفدونی. خدا بچه‌های شما رو نگهداره. آخه جعل امضا، اونم امضای استغفر الله، استغفر الله. اشتباه شدی آجا، بدبخت شش ماه میرفت میومد به خاطر امضا. ما هم یه غلطی کردیم برای شما. بابا یه غلطی کردی، یه سومی زدی. فکر کردی رابین هودی؟ رابین هود چیه؟ ما مرسی هم نیستیم. بین خودمون میمونه، ما که یکیشو فهمیدیم. کار چند نفر اینجوری را انداختی ها نقالا؟ مایه رو گرفتی یا نه؟ به جان تنها دخترم فقط همون یه دفعه بود. حالا شما بزرگواری بکنیم، من برگردم. هیچ راهی نداره این دوروبرام پیدات نشه، برای من بد میشه. حاج سلام از شد حاج. سلام علیکم خواهر. قابل شما رو نداره، باشه خدمتتون. اصلا حرفش هم نزنید، ایشالا مشکل همه حل بشه. اینجا چه خبره؟ خواهش میکنم، دوش میدم. این دختر چی کار کرد؟ خدا کلا گیر درست کردی، تیم به تو بسید دیگه نمیبوشم. خیلی این دختر چی؟ یه دقیقه سر گفت. خواهش میکنم. چی آقا جون؟ اونه این دختر چیه؟ به شما چه ارتباطی داره؟ چرا با زبان خوش باش حرف نمیزنه؟ پدر من از کجا میدونید که اولی زبون خوشی نبوده؟ چرا مردم از زندگی بیزار میکنید؟ شما اصلا چی کاره این؟ من چی کارم؟
شما آقای منی، من رئیس جمهور این مملکت هم. رئیس جمهور؟ بله. آفرین آفرین، بفرم آقای رئیس جمهور، بفرم. کجا این الان میگم کجا، بفرم. دست رو بکشم. دست هم میکشم، بارو بالا. رئیس جمهورم بفرمایید. من میخواستم با آقای رئیس جمهور صحبت کنم. مشکل شما چیه؟ آقا جان میخوام با آقای رئیس جمهور صحبت کنم. گرفتاری شما چیه؟ بگید من حل کنم. شما خودتون رئیس جمهوری؟ بله بله خودم هستم. مطمئنی؟ من خود رئیس جمهورم. برو بابا گرفتی ما رو. قطع باشه. سرکار آزادش کنید. میره شده بود. میخواست بره میدون مین اما برگشت. گفتیم حتما ترسیده. پوتیناشو در آورد. گفتیم چی شده؟ گفت حیفه، بیت الماله، ممکنه از بین بره. راستی این 3000 میلیارد چند تا پوتین میشه آقای رئیس جمهور؟ الو آقای رئیس جمهور؟ بفرمایید. آقای رئیس جمهور خودی؟ بله خودم هستم. آقا واقعا تبریک بده شما. تو چند مردمی؟ یعنی واقعا همیشه خود موبایلت جوابه؟ عرضتان رو بفرمایید. آقا من واقعا ذوق زده بیم. نازانم چمی جان. راستش شما این سفر استانی که با تشریف آوردین یه نامه نیسان دام سیعت امرا. ولی یه شماره پیگیری با من دانه. از اون موقع تا الان هرچه پیگرم هیچ که جواب حسابی با من نایم. آقای منی بنده هم خدمت گذار شما هستم. ان شماره ای که به شما زدن را به این گوشی من اسمس بکنید تا من شخصا پیگیری کنم. خدا انشالله خیرت باد. چون از الان وقتت خیلی مهمه، بیشتر به یه مزاحمت دام. خدا نگهدار. وظیفه ماست. خداحافظ.